سلام بچه ها، به کانال کامیک فکتس، جایی برای آشنا شدن با دنیای ابرقهرمان ها خوش اومدید. من عرفان هستم و امروز برای شما عزیزان پارت دوم 10 تا از متفاوت ترین جوکرهای تاریخ را آماده کردم. بعد از استقبال زیاد شما از پارت اول 10 تا از متفاوت ترین جوکرهای تاریخ، ما قصد داریم امروز پارت دومش رو در اختیارتون قرار بدیم. پس اگر هنوز اون ویدیو رو ندیدید میتونید اول اون رو تماشا کنید و بعد به تماشای این ویدیو بپردازید. اگر برای اولین باریه که به کامیک فکت سر میزنید، با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله سایر ویدیوهایی که واسهتون میسازیم از دست ندید. راستی اگر دوست داشتید میتونید پیج اینستاگرام کامیک فکت که آیدیشو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم و فالو کنید. خب شما رو به تماشای این ویدیو دعوت میکنم تا آخر اون همراه ما باشید. شماره 10. حالا دیگه نوبت جوکر اینجاستیسه. این جوکر خیلی با جوکر اصلی متفاوت نیست، اما جوکر توی این دوره زمانی به طرز جدی اوضاع رو به هم ریخته. اینجا جوکر سوپرمن رو فریب داده که لوئیس لین، یعنی همسرش که حامل هم بوده، رو بکشه. سوپرمن وقتی این موضوع رو فهمید با مش سینه ی جوکر رو سوراخ کرد و اونو به قتل رسوند. این اتفاق باعث شد که سوپرمن به برجسته ترین دیکتاتور تاریخ ابرقهرمانی تبدیل بشه. اگر شما دوست داشتید داستان اینجاستیس رو بدونید، بهتون پیشنهاد میکنم اونو داخل کانال ما تماشا کنید. ما این مجموعه جذاب رو به صورت کامل براتون داخل کانال قرار دادیم و میتونید از کل ماجرای اون مطلع بشید. اما حالا بهتره بریم سراغ شماره 9. دوئل دنت 952. این مورد یه جور تقلب حساب میشه، چون اون در واقع خود جوکر نیست، اون دختر جوکره. البته یه جورایی در تیه 952 بعد از ماجرای مرگ خاندان، به خاطر اینکه دیسی شخصیتی رو به عنوان دختر جوکر معرفی کرده، توی دنیای مجازی هیاهویی به پا شد. اون فقط یه دختری بود که یک سری تاکتیک ها شبیه به جوکر داشت و تصمیم گرفت که خودش رو دختر جوکر معرفی کنه. اون توی فاضلاب‌های گاتهام زندگی میکرد تا اینکه صورت بریده شده یه جوکر رو پیدا کرد و ازش به عنوان ماسک استفاده کرد. در شماره 8 ما ایمی کامی جوکر رو داریم. این جوکر هم به دوئل دنت معروفه. توی سریال ایمی کامی قبلی شخصیت‌ها از شخصیت‌های دی‌سی الهام گرفته شدن. توی اون جهان فقط زن‌ها بودن که دارای قدرت‌های فوق‌العاده‌ان که هم شامل قهرمان‌ها و هم اشرار میشه. دوئل ورژن زن جوکر توی این جهانه و پدرش هم کسی نیست جز جکت جوکر دنت. در شماره 7 ما میریم سراغ جوکر ارث 9. توی دنیای کامیک، جوکر زمین 9 بخشی از یک دنیای یکم واقعی تره که به طرز عجیبی تحت تأثیر حضور ابرقهرمان ها قرار گرفته. این جوکر هم در واقع یک زنه که از یک سری تاکتیک ها برای مسخره کردن دشمناش به ویژه سوپرمن استفاده میکنه. اون داخل این داستان تنها نیست. سه نفر وجود دارن که هویت جوکر رو از آن خودشون کردن و همشون هم لباس های ویژه‌ای میپوشن و در آخر یکی از اونها توسط سوپرمن دستگیر و شکنجه میشه. داخل شماره 6 ما جوکر زمین 2 رو داریم. اینجا جوکر توی آسیب پذیرترین حالتشه. اون یک پیرمرد نحیفه که به خاطر مواد شیمیایی که تو طول زندگیش مصرف کرده ویلچری شده. اون جوری شده که حتی نمیتونه بدون اینکه درد بکشه بخنده، اما هنوز هم درد سرش رو داره و سعی میکنه با شوکرش هانترس رو بکشه، اما در نهایت خودش دچار برق گرفتگی میشه. در شماره 5 ما بتمن تو فیسز جوکر رو داریم. بتمن تو فیسز جوکر سال 1998 در منطقه ویکتوریا اتفاق افتاده و بروس وین توسط جوکر که یک قاتل سریالی ناکار شده. توی داستان دکتر جکیل و میستر هاید مشخص شد که این بتمن بوده که قاتل سریالیه. اون یک مجونی میخورده که بهش قدرت ابرانسانی میداده و حتی میتونست به جوکر تغییر پیدا کنه. در شماره 4 ما دیجیتال جاستیس رو داریم. شخصیت های اون خیلی آدم های باحالی هن. دیجیتال جاستیس در سال 1990 توسط پپ مورانو ساخته شده و آینده گاتهام در قرن 21 رو نشون میده و همون موقع هست که پسر بزرگ جیمز گوردن جی سی پی دی رو کشف میکنه و شنل و ماسک بتمن رو میپوشه و سعی داره که شهر رو از ویروسی که توسط جوکر ساخته شده نجات بده. ویروس جوکر؟ بله، کاملا درست متوجه شدید. اما در شماره 3 ما یکی از باحالترین جوکرها رو داریم، جوکر کامیک بتمن جاج درد. توی این ماجرا جوکر عضوی از قضات تاریکیه و بهش کمک شده که در عوض آزادی جاودانه بشه. معامله بدی نیست مگه نه؟ روح اون با جسدها ادغام شده و دلیل اینکه ظاهرش هم اینجوریه همینه. اون به جوکر قضاوت شده تبدیل شده
که میتونه با خنده هاش سر مردم رو منفجر کنه و اونها رو بکشه. در شماره دو ما اسپیدینگ بولتس جوکر یا جوکر گلوله سرعتی رو داریم. جوکر لکس لوتر؟ آره، این زیبایی شناسانه ترین نوع جوکری است که شما میتونید تصورش بکنید. داخل این کامیک سال 1993 کلل یا همون سوپرمن رو نشون میده که توسط توماس و مارتا وین بزرگ شده و اسمش هم به بروس تغییر پیدا کرده. حریف اون کسی نیست جز لکس لوتر. لکس لوتری که قربانی اتفاقات شیمیایی شده. اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ شماره یک این لیست، میخواستم چندین جوکر که نبودشون توی لیست امروز ما حس میشد رو معرفی کنم که از اونها میتونیم به لگو جوکر، پایرت جوکر، اول استار جوکر، جوکر تیم برتون، جوکر انیمیشن های سریالی، جوکر رد هود آف ارث 23، آرکام ورس جوکر، دی جوکستر آف ارث 3، جوکر 1960 و جوکر هسلجر میشه اشاره کرد. اما حالا بهتره بریم سراغ شماره یک امروزمون و اون هم جوکر کامیک فیوچرز اند هست. بیاین این لیست رو با بدترین ورژن جوکر به پایان برسونیم. اینجا شخصیت عجیبی رو داریم که اینجوریه که سر جوکر روی یک بدن قرار گرفته و سر بتمن هم به پشت سر جوکر وصل شده. این شخصیت به بد جوکر معروفه. البته بهش جوکر بورگ هم میگن. هدف اون چیزی نیست جز حمله و کشتن تری مکگریس. خب به پایان لیست امروزمون رسیدیم. فکر میکنم داخل لیست امروز ما همه ی جوکران رو معرفی کردیم. اگر فکر میکنید جوکری جا مونده حتما پایین این پست واسمون کامنت کنید. در ضمن خیلی خوشحال میشم بدونم جوکر مورد علاقه شما کدوم یکی از این جوکرها بوده. پس حتما اونو هم برای ما کامنت کنید. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. جا داره در آخر از پرهام وین و بروس وین عزیز بابت حمایت و دونیتی که از ما انجام دادن تشکر کنم. اگر شما هم دوست داشتید از ما حمایت کنید، میتونید از لینک ریمیتی که پایین این پست قرار داره استفاده کنید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا یک ویدیو و کامیک فکتس دیگه، خدا نگهدار.